سلام استاد. سلام رستگاری. به نظر خیلی سرحال نمیه، مشکلی پیش اومده؟ زندگی بدون مشکل هم میشه، مهم اینه که از گذشته درس بگیری و با مشکلات رشد بکنی. همیشه یه جور صحبت میکنی که آدم دوست داره یادداشت کنه. امیدوارم حرفی باشه که در دلت یادداشت بشه. برس به درس. با اجازه استاد. رستگاری. بله. راجع به اون کنفرانس. بله. بدون هیچ محدودیتی هر چی که دلت بخواد با آزادی کامل بنویس، نه فقط خودت، همه بچه‌ها، چون با همین بحث و جدلاست که آدم میتونه به حقیقت برسه. چشم استاد. حتما. بله. بفرم. با اجازه. شب زنی زدن دعوت کردن خونه شد. فکرشو میکردی؟ آقا برنام همیشه فکر همه چیو میکنه. به شما این که باید فکر کنی. دفترشرم دادم بخونه. فکر میکنم اطلاعاتی که توشه به دردش بخوره. همین روز فرداست که چمدون برسه خدمت رو. میدونه چمدون کجاست؟ نقشه خونه و جایی که چمدون هست کشیدم. همه اطلاعات لازم هم دادم به سیامک بهش بگه. قرار جای چمدون شناسایی کنه. شب شب دراز و قلندر بیدار. فعلا آقا این هر چی پیش بینی کردم برعکس از اون بود. اشکال نداره. ولی عوضش سعی خودمون رو کردیم. آقا برای پسر خیلی زبله. یک فیلمی بازی میکنه بیا و ببین. اگه اینقدر زرنگه که تو میگی، کارش که تموم شد بیارش قاطی خودمون. سوکم. بزنم. بزن. خول. دوباره من سر نبوده. نامردی نزن ها. حاضر ها. گل. محکم بزن. محکم. آه تو گل. بیا. لایی نداشت. لایی نداشت. بزن ها. رونالدو شدی واسه من. بزن. یه دونه دیگه. آه گل. برو تو بیا. خسته شدی؟ چرا؟ باختی دیگه. خیلی خوب باختم. محسن جون. من یکی دو روزه یه ذره کار دارم، نمیتونم بیارم این پارک. ما اونو اذیت نکنی. چشم. آفرین پسره. آفرین. بریم یه چیزی بخوریم. بریم ساندویچ بخوریم. ساندویچ میخوری؟ خوش اومدی. سردم بیا بریم خونه. بریم ساندویچ بخوریم دیگه. چرا بریم خونه؟ نه خوشم نیست. بریم خونه. مثلا چرا اینجوری میکنی؟ سردم. این رفیقات تن آره؟ ابی بیا همین سرسر. ابی بیا من سردمه. سردمه. بریم سرده. بریم سرده. خیلی خوب. خیلی خوب. سردمه. چیکار میکنی؟ ببریم تو. مگه سردت نبود؟ چطوری آقا محسن؟ سرخیز شدی آقا ابراهیم؟ سلام علیکم. سلام. اتفاقی افتاده؟ مگه شما پارک نبودین؟ نه چیزی نشد. بریم خونه. وایزتون. سلام علیکم مادر. بازگی مشغول دیدوانی بودی؟ جواب سلام واجبا.
هر وقت درست سلام کردن یاد گرفتی اون وقت. به خدا اگه عقل می اومد تو کلت آدم می شدی یا خودم برات آستین بالا می زدم. حالا شما آستینو بالا بزن. با من که دیوونم دختر مردم رو بدبخت کنم، ناله و نفرین بیارم پشت سر خودم. خیلی خوب، حالا نمیخوای آستین بالا بزنی نزن، اینقدر بد خلقی نکن. قربونت برم. جایی میخوای بری؟ دارم میرم سر کار. این چه کاریه که با لباس پلو خوری میری؟ شاید یه پلویی هم بهمون داده. وایسا ببینم. تقصیر من شد، یادم رفت برای این باتری بگیرم. عمو جون فردا میریم با هم دیگه میگیریم. حالا چرا شما زحمت کشیدین؟ اختیار دارین، زحمتی نبود. اینقدر آقا ناصر از این پسرش برام تعریف کرده بود، دوست داشتم ببینم این دستگل چه شکلیه. مرد باید رنگ و باهوش باشه، نه دستگل. اوه ماشاءالله، شما که دستگل هستی زرنگ و باهوش هم هستی، ما رو ناکد کردی که. خب آقا جون آدم آهنی تو ورد، برو اونجا بشین بازی کن. چشم. باری کله به سر. والا حق داشتی اینقدر تعریفشو میکردی. خب شما چرا تشریف بردید به هتل؟ مگه اینجا فامیلی آشنای کسی رو نداشتی؟ والا پدر مادرم که اونجا هستن. آها. فامیل و اینا بیشتر تو هومه شهرستانا زندگی میکنن. دیگه البته هستن و یک دو تا تهران. اون تا گفتم مزاحم اونا نشم، هتل راحت‌ترن. خب. شما دوست ندارین بدونیم ما با آقا ناصر چه جوری آشنا شدی؟ چرا؟ خیلی زیاد. بفرمایید. خواهش می‌کنم. روز اولی که ناصر میاد، حواس می‌کنه یه عکس بگیره. به یکی از این عکاس دورگردا میگه آقا جون یه عکس ما بگیر. اونم بهش میگه این ور واسه اون ور واسه. یهو بهش میگه این کتت بد نمیاد. درش بیار. درش میاره. میذاره رو دسته نیمکتی که اون بغل بوده. اونتا ناغافلین که این همکارش از پشت میاد میزنه در میره. بی خبر از اینکه شما اون اطراف هستید و زورتون به دوزن میرسه. اه شما کجا میدونی؟ تو دفترچه خاطراتش خوندم. شما همیشه عادت دارین دفترچه خاطراتی دیگران رو میخونی؟ ما گفتیم شاید تو اون دفترچه یه چیزی نوشته شده باشه که به بهبود ناصر بتونه کمک بکنه. بله شما حق دارین. یادش بخیر. چقدر خوش گذشت. ما 4 روز هم دیگر شناختیم و انگار یه عمر با هم رفیقی. یادته؟ من چیزی یادم نمیاد. یادت میاد. اینقدر برات تعریف میکنم، اینقدر ماجراهای باحال و بامزه داریم، بهت میگم یادت میاد. رات میندازم. نمیخوای بگی دلیل اومدنت به ایران دلتنگی برای من بوده که؟ نه؟ تو دفترچه خاطراتش چیزی ننوشته بود؟ نه، چیزی در مورد اومدن شما به ایران ننوشته. آه، پس بالاخره یه چیزی پیدا شد که شما نمیدونین و ما میدونیم. من نمیدونم شما چی میگین. من برای مؤسسه تحقیقاتی کار میکنم. البته این یکی از شغلامه. مثل اینکه شما عکاسیتون هم خیلی خوبه. جوری نشد که. شما همه چی درباره ما میدونیم، ولی ما راجع به اون کارتون بگیم. آن بله، این مؤسسه ما خیلی وقت بود یکی میخواست پرس ایران درباره ماه محرم و اینا تحقیق بکنه. دیگه همون روزی که ناصر اومد ایران، عد همون روزم به ما ماموریت دادن. شاید این خواست خدا بوده که در یک همچین موقعیتی شما بیاید ایران و در کنار ناصر باشید. بله، حتما خواست خدا بوده. آقا جون، حالت خوب نیست؟ یهو سرم تیر کشید. میخوای بری استراحت کنی؟ من کمکت میکنم. نباید به خودت انقدر فشار بیاری. اتاقت کدوم بره؟ این. من پیشش میمونم. بریم. عجیبه. ناصریش عکس العمل منفی بهش نشون نداد. آدم باهوشیه.
رفتارش با ناصر کاملا درست بود. یه جوری که انگار همه چیز میخواد از همین امروز شروع بشه. انگار فراموشی ناصر یه سر بخورده یه جزئیه. به نظر شما تو این موقعیت بودنش کنار ناصر میتونه کمکمون کنه؟ باید دید، ولی خب شروعش خوب بود. اینجا چیکار میکنی؟ اینجا پناهگاه منه، من همیشه اینجا بازی میکنم. اه؟ پس تو هم پناهگاه داری؟ داداش من هم یه پناهگاه داره. چند سالشه؟ بزرگه. خب نگفتید اینجا چیکار داشتید؟ هیچی، اومده بودم یه پتو برا بابات ببرم، گفتم شاید سردش بشه. نه خیر، سردش نمیشه، اگه هم سردش بشه خودم مراقبش هستم. خوش به حال بابات. کادوه رو دوست داشتی؟ بله، ولی خودم یکی مثلشو داشتم، ولی خراب شده بود. ببینم، بابات سوغاتی برات چی آورد؟ ماشین، یعنی قرار بود ماشین بیاره. خب چی شد آورد؟ حتما آورده، ولی من ندیدمش. چرا؟ خب هنوز چمدونشو وا نکرده. چه بد، چمدونشو هنوز وا نکرده؟ ببینم، چمدونه کجاست؟ چیکارش دارید؟ خب، شاید من بتونم برات بازش کنم. بعد چی میخواید بازش کنید؟ ماشینتو حتوش در بیارم دیگه. نه خیر، میخوام بابای ماشینم بهم بده، نه شما. چه فرقی میکنه، منم دوست باباتم دیگه. چرا، خیلی فرق میکنه. سیریشین خوابید؟ بله. چی شد، ترسوندم تو؟ نه. ناصر رو میگم. بله بله، حسابی خوابیده. آها، مثل که اینجا شما حوصله‌تون سر میره ها؟ اینجا نه، اتفاقا خیلی جالبه. اصلا آدم حوصله‌اش سر نمیره، چون هر دری وا می‌کنه یکی پشتش هست همیشه. خب پس لازم نیست دیگه من بهش سر بزنم ها؟ نه، بفهم. خیلی خب، بریم پایین. بفهم. از شما برای تحقیقات در مورد مراسم مذهبی ایران اومدین ها؟ بله دیگه، اگه خدا قبول کنه. خیلی خوبه. من هر کمکی جد دستم بر بیاد دریغ نمی‌کنم. دست شما درنه، منو کمک شما خیلی حساب کرده. خب حالا می‌خوای از کجا شروع کنی؟ چی رو؟ همین تحقیقاتو. آه، همین برم کتاب خونه و با آدم هایی مثل شما صحبت کنم دیگه. آها خب، من آشنایانی دارم که در این مورد خیلی اطلاعات دارم، من شما رو به اونا معرفی میکنم. خیلی خوب.
برم ببینم کیه. اجازه بدی من برم. نه والا نه باش اینجا، ما آره کارا رو با هم داریم. بفهم دمت گرم آقای بی. بدبخت شدم. در میرم در میشه کجا خدا ببخش دفع آخر ببخش خدا. ایشون آقا مهداد هستن، دوست ناصر از خارج اومدن. سلام. سلام. خوبی؟ ناصر بهتر شده؟ خوابه. بله بله بفهمید چه بینامش؟ بله البته بفهمید. شما نمیان؟ نه خوبه همینجا، هوا خوبه همینجا، هر جوری که راحت. بدبخت شد افتادم تو لونه زنبور. بفهمید تو آقا سید. قربان شما. حالا خانم والدی چطوره؟ سلام رسون در خدمتون. آقا مردا تشریف میارن داخل؟ چرا؟ شما بفرمایید تو، اونم میاد. بفرمایید. گفتین که چطوری با هم آشنا شدن؟ تو همین سفر اخیری که ناصر رفته بود با هم آشنا شدن. ظاهرا خیلی هم با هم صمیمیه. این آقا سعید دست از شمع پلیسیش بر نمی‌داره. حتی وقتی که میاد ایلت مریض. خوبی شما؟ خیلی ممنون. بعضی چیزا هست که تو سرش آدمی زاده، کارش هم نمیشه کرد. بله. آخه جالب اینه که یهویی آقا مردا تصمیم میگیرن تشریف بیارن ایران. خب چه اشکالی داره؟ اشکالی نداره، ولی وقتی چند تا اتفاق پشت سرم ردیف میشه آدم یکم مشکوک میشه. چه اتفاقاتی؟ هیچی. اتفاقی ناصر وسط خیابون وای میسه، اتفاقی دوزا مجروحش میکنن، اتفاقی آقا مردا تشریف میارن ایران. من فکر نمی کنم اومدن آقا مهرداد به ایران و مشکل ناصر ربطی به هم داشته باشه. بله ممکنه. هیچ که اجازه نداره بره توش. اه؟ چرا؟ مگه چی توشه؟ چیزای خیلی مهم. تو مثل اینکه همه جای این خونه سرک میکشی ها؟ شما هم همینطور. خیلی خوب، بیا بریم. بریم دیگه. برو با هم بیم. بیا بشین تو. اه چی شو؟ تا دیروز که آرتون میمد ما سوار ماشینتون شیم، میگفتیم تابلویم و فلان و خیلی خوب مزه نریز، بیا بشین. نه آقا جون تو بی پایین. معلوم است تو چته؟
من قرارم نمیشه این چمدون رو تحویل بدی. بس کو؟ کو؟ تو هم هم میپرسی؟ من رو فرستادی تو دهنشی خود واسطه که نمیگی لنگش کن؟ مثل اینکه زبونت هم دراز شده ولی که هلا بیان آقا بسر کلک ملکی تو کار نیم ای کلک ملکی هم از تو کار شماست. ای نگفتی چمدون تو اتاقه؟ ای نبود. ای بود که دیوونه نبودم خودم علاف کنه. این یارو مخش را بیفته اول از همه من گیره. عکسمونم که دادین خدمتشو. خیلی خب ننه من غریبان بازی در نیار. بگونم چمدون تو خونه بود یا نه؟ همه جا رو گشتی؟ یه اتاق مونده. همه این چیز میزای مهمشون رو میذارن تو همه اتاقای درش هم همش خفله. فقط هم بابای میتونه بیرون بود. خب به جمالت. یعنی الان دیگه قضیه فرق میکنه. من فکر کنم یه بوهایی بردن. یعنی چرا باید چمدون رو در پیتو بکنن تو اتاق درش قفل کنن؟ بس یه خود بجام. از شما ناخون خشکی رو بذارین کنار. الان قضیه فرق میکنه، نرخش هم فرق میکنه. اونی که گوشت دم توپ من. ای طرف ناصر، ای طرف پلیسه، این بروجک هم که همش لای دست و پامون. این چمدونه خیلی بیشتر از اون دوزاری که شما به ما دادیم میارزه نه؟ یکم سرکیسر شل کنی. قبل اینکه این یارو مخش را بیفته و زیرا به همه همون بزن. خونه بوده نمیچی رو پلای با اتاق ناصره اتاق آقایه بود اسمه اتاق دختره بود که ایچی چیم نمیزن کجا میمونه دیگه اکی من این بچه نیاده بود تمام بودم چهار تا دونه آدم هم صد تا اتاق دویست نفر اینجا چهار تا دونه ای خدای شکر رویا اینجا چیکار میکنی؟ سلام. سلام. چیه طوری شده؟ اتفاقی افتاده؟ نه خیر اتفاقی نیفتاده. فقط بعد دو سال که جنابانی منو عقد کردی گذاشتی رفتی بابام ناراحته. میگه باید تکلیفو یک سره کنین یا این ور خط یا چی؟ آ؟ ببین منصور من دیگه خسته شدم. روزی که تو اومده خواستگاری گفتی من مهندس کامپیوترم، شغل دارم، چه میدونم خیلی زود میریم سر خونه زندگیمون. هنوزم اتفاقی نیفتاده. هم مهندس کامپیوترم هم شغل دارم. نه خیلی شغل نداری. یعنی چی شغل نداری؟ یعنی که من رفتم شرکتتو. گفتن این آقا یک ماهی که اینجا کار نمیکنه. آها. چون اونجا کار نمیکنم یعنی که شغل ندارم دیگه نه؟ من اونجا کار نمیکنم به خاطر اینکه با چندرغاز حقوق اونجا نمیتونستم زندگیمون رو اداره کنم. اصلا مگه تو نگفتی داری میری یه سفر کاری ها؟ خب رفتم سفر کاری رفتم برگشتم منتها نه برای اون شرکت واسه یه شرکت دیگه. آها بعد میتونم بدونم که چه شرکتیه؟ چه فرقی میکنه چه شرکتی؟ مهم اینه که من تا یکی دو هفته دیگه با دست پر میام خونتون. پولش میذارم جلوی بابات خوبه؟ ببین منصور من خیلی دوست دارم حرفاتو باور کنم. ولی تو این دو سال تو خیلی از این حرفا به من گفتی دیگه باورم نمیشه. این نفر رو باور کن. بهت قول میدم که راست میگی. خیالت راحت بشه. خواهش میکنم. کاری نکن بعد از این دو سال که جلوی خونه آدم وایسادم شرمندشون بشه. شرمنده نمیشه. خیالت راحت بهت قول میدم. خداحافظ.
محسن بیا دیگه بابا، مردیم از گشنگی. نمیاد مادر. چرا؟ از که از پارک برگشته به قول خودش رفته تو پناهگاهش نشسته، بیرونم نمیاد. چیکارش کردی؟ دعواش کردی؟ نه من کاری باش نداشتم. رفیقاش بود قبلا با هم زیاد میپریدن. اونا رو دید قاطی کرد. می‌خواستم برم بزنمشون نذاش. لای بمیرم برای بچم. این چه بلایی بود که سر این طفلک اومد. بعدیم یه لقمه غذا بخوریم. محسن. داداش محسن من چرا شام نمیخوره؟ سردم داده شبی. قربونت برم الان گرمت میکنم. بذار پتو برات بیارم. حالا گرم شدی؟ دوست داری قربونت برم؟ رازیم به رضای تو. پس چرا گرمم نمیشه داداش؟ آه ببین الان میریم شام میخوری گرم گرم میشی. پشو داداش پشو. من سردم. دایی فدات شم. اگه شام نخوری منم شام نمیخورم. حالا دیگه خودت میدون. باش بریم شام. آفرین سر خوب بلنش ببینم داداش. یا علی بلنش. همه مشقاتو نوشتی؟ بله. دیکتاتو چی؟ دیکتاتم نوشتی؟ بله، اما مریم بهم گفت. چند شدی؟ 20 دیگه. دلت میخواد بیای اینجا نزدیک من بشینی؟ اگه ناراحت نشید. نه، ناراحت نمیشم. قصه ای که گفتی خیلی دوستش داری میخوای برای من تعریف کنی؟ از روی کتاب یا از حفظ؟ از حفظ. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربان هیچ کس نبود. یه پسر یه نجار پیری بود مهربان، اسمش هم ژپتو بود. این ژپتو میخواست با یه چوب یه عروسک درست کنه. این عروسک رو اسمشو گذاشت پیناکیو. پیناکیو میتونست حرف بزنه، راه بره. این پیناکیو رو فرستاد مدرسه. تمام بچه های مدرسه بهش خندیدن. بابایی گریه کرد. درست بگو ببینم احمد جان چی شده. گفتش برام قصه بخون، من براش قصه خوندم.
براش قصه خوندی؟ پینوکیو رو؟ بله، همون اولش بود که گفتش حالم بد شده، بد گریه کرد. لای قربونت برم. چیزی نیست آقا جون، بابایی داره خوب میشه. این نشونه خوبیه؟ آره، این عکس العمل نشونه خوبیه. فقط مواظب باش که بهش اصرار نکنی که براش بخونی. البته اگر خودش خواست حتما براش بخون. ها؟ باریکلا. ضمن کتابم یه جا بذار جلوی چشمش که خوب ببینه. این تنها کاریه که ما فعلا از دستمون برمیاد. باریکلا. بودو بودو بخواب، دیگه وقت خوابه. چشم. بودو آقا جون. وایسا با هم بریم. من بخوابونم اینا. برای ما هم دعا میکنی؟ همیشه مادر. خدایا به حق خون حسین این دوتا پسر من شفا بده ای خدا. من که چیزی منی؟ چرا مادر؟ تو هم مریضی، شفا لازم داری. تو اینجا چیکار می‌کنی؟ کار داشتم نخواستم بیام جلو زن بچه‌ت حرف بزنم. بگو چمدون چی شد؟ بلنج. یعنی چی چی؟ یه چمدون از اون خونه بیرون کشیدن که اینقدر دنگ و فنگ نداره که. ظاهرا داره. جای چمدون اشتباه گفتی. اشتباه گفتی چیه؟ کاخ الیزه که نیست. 4 تا اتاق بیشتر نداره، تو یکی نشو، تو اون یکیه دیگه. چه خبره؟ تو بیشتر از منم دل داره شور چمدونو میزنه. بله، واسه اینکه واسه این آقا بهرام این پولا پول نیست، ولی من رو ذره ذره این پول حساب کردم. اون تای تاش قید همشو میزنه. آها چیه؟ باز رویا تهدیدت کرده؟ یکیه بابا، من پولمو میخوام. با این گندی که زدی به این چند میلیارد پول هیچی دستتو نمیگیره. طلبکارم هستی؟ منظورت چیه؟ تا بهرام دستش به چمیدون نرسی یک قرونم بهت نمیماسه. اگه دستمزد درست حساب میخوای باید پی هر خطری به تنت بمالی. خیلی خب پس بری. کجا؟ من نمیخوای بری زاخسی ایبیو چوب بزنی. خب منم میام که خودم حالیش کنم چیکار باید بکنه. همین که منو میشناسه کافیه. لازم نیست با تو یکی آشنا بشه. من نمیتونم همینطوری بشینم دست رو دست بذارم، میفهمی؟ تو هر کاری دوست داری بکن، فقط اونورا آفتابی نشو. میفهمی چی میگم یا نه؟ حالا کارهای باغ خودمونو من همیشه خودم میکنم، نمیذارم کسی دست به سیاسفید بزنه. باریکلا میخوای با این بیله بکنن؟ نه خوبه، الان اندازت چاله. آره گلدونو بیا. همینو؟ نه نه اینو بذار برای بغلا، زرده رو بده دکتر. زرده رو بده. تحقیقاتتون در چه حاله؟ فعلا که داریم بیل میزنیم. تفریح هم لازمه برای آدم. بله، ما صبح میریم دنبال کار و تحقیق با دکتر، بعد از اورا کار ذوقی میکنیم. ناصر آقا جون تو هم بیا کمک، آقا مهداد دیگه خسته شده. آره ناصر جون بیا یکم بیل بزن، فکرت باشه. با عزتون من برم یه دستوراتی بشورم و دیگه مرخص بشم. راستی مرتضی کجاست؟ تو اتاقش داره مشقاشو می‌نویسه. باریکن Thank you.
ناصر چیزی شده؟ ناصر کجا داری میری؟ وایسا سلام آقا ناصر بلش کن آقا جون بذار یکم تنها باشه سلام علیکم سلام آقا ناصر چش بود؟ هیچی یکم اعصابش به هم ریخته ببخشید من فکر کنم بعد موقع مزاحم شدم شهرونده نه خانم خواهش میکنم بفرمایید ممنون نه زیاد وقتتون نمیگیرم ببخشید آقای محمودی این یه نذر کوچیکه سپردمش دست شما دیگه خودتون هر جور صلاح میدونید ازش استفاده کنید هر طور زیاد قابل نیست ببخشید خواهش میکنم صاحبش قابله ان شاءالله نذرتون قبول باشه قبول حق باشه از شاهین چه خبر شاهین چی بگم والا چیزی شده چیزی نه چیزی نیست با اجازتون من برم دیگه ببخشید مزاحم شدم با اجازه خواهش میکنم خداحافظ بریم تو آقا جون نگران نباشید بیا